بیا بینم کرمکیان بیام وطن. خیلی خوش اومدی به یه ویدیو دیگه تو چنل یوتیوب من. ویدیو امروز خیلی جو هف شب الپور باس اینطوریه. خب یه کریت اول به کامبیز بدم. اینو اول کامبیز دید، اینو دو سه ماه پیش که اومده بود کامبیز دید گفت پاشا اینو ببین. من یه تیکه همینجوری گذاشتم در حد 10 دقیقه، اینو خیلی جدی نه 10 دقیقه هم نه، واقعا فکر کنم 3 4 دقیقه دیدم، فکر کنم مودش هم نداشتم و ندیدم. تو اینکه چند روز پیش ما اینجا نشسته بودیم اینو دوباره پلی کردم، بعد من یه رو به هی میزنم جلو کامل نه یه میزنم جلو، گفتم اینو واقعا ساختن؟ حالا ساختن هیچی، پخش کردن. چند وقت پیش یه مستندی اومد از محمد خردادیان که ما خودمون تو پلنت راجبش صحبت کردیم و این مستند به شدت وایرال شد. یکی از شاید احساسی ترین و دراماتیک ترین مستندهای ایرانی بود که من خودم به شخصه دیده بودم و همش داشتم با خودم فکر میکردم که الان چقدر فضای مناسبیه برای یه همچین کاراکتری که یه همچین تصویری از خودش تو جامعه ایرانی نشون داده و همه نگاش کردن که بیاد، حالا اگه برنامه سازی میکنه، اگه ویدیو یوتیوب قراره بگیره یا هر چیز دیگه ای، بیاد اون مسیر رو ادامه بده و همه رو با خودش همراه کنه تا اینکه با یک ایده بکر ظاهر شد. حالا مسابقه استعدادیابی همه جا وجود داره، یه نفر میاد بریک دنس میزنه، یکی سالسا میرقصه، یکی هزار تا داستان میزنه، هزار تا شاخه مختلف داره رقصیدن. من احساس میکردم باید تو ذهن محمد خردادیانی که کل زندگیشو وقف رقصیدن کرده یه فرقی بین عروسی دختر دایی زن برادر خالش با یک مسابقه رقص استعدادیابی وجود داشته باشه. این دوتا باید با هم دیگه فرق کنن که یه نفر بیاد من هر حرفی بزنم از ارزش از این مسابقه کم میکنه. بیا بیا فقط مواجه باش نیافتی جان، لطفاً با کیون تو اصلا وضعیت اونجا رو نگاه کن. جمشید جون اصلا نشسته بود کنار خاله مژده، داشتن اصلا برنامه رو نگاه میکردن، یهو از اون ور داریوش اومد بلندش کرد. من تا صبح میتونم همین یه قابو آنالیز کنم. یعنی اصلا اون خانومه که اصلا شرم نیابتی میگن، چی میگن اون شرمی که اصلا چرا من توی این موقعیت قرار دارم، از اونا گرفته اصلا یه حال بدیه. هر جایی که باشم فراغتو میگی، بعد اصلا چرا با هندیکم دارین ریکورد میکنین؟ مگه عروسیه؟ مگه برنامه نیست؟ مگه این نباید که شو پخشه؟ اینا رو دیگه مگه نمیدونی؟ خدا کنه که یه روز دوباره خونم بیان با اون ناز. اون امیر یحیی رو که آورد بالا، یعنی تو که باش فعلا. کسی بخواد تو رو ببره، وقت من نمیذارم کسی بخواد تو رو ببره. یعنی تو فقط علریای، یعنی فقط اومد دیدشه، یعنی مثل یه پروژکتور میدرخشه اون وسط. بعد این چه طرز فیلم برداریه؟ خودت میدونی که من بعد میتونی تصور کنی که چقدر اونجا سیستم تهویه‌اش مشکل داره و بوی نامطلوبی داره میاد. یعنی یه لحظه میتونی به این اون فضا رو میتونی برای خودت متصور شی. خب آقایون بیان عقب، حالا خانوما سه چهار تاشون بیان بالا. تازه مراسم شروع شد بابا، بشین. تازه بانوان گرامی همه بالا. بیا عقب، بس مسابقه است. وای بابا بذار اول بری بالا، پله آخره که گذاش این یارو موجه افتاد و ای وای. بیا اینجا تو فقط احدو ببین. چقدر بالا بسا. پوینت این کاره چیه من نفهمیدم. یعنی یه عده آدم همه دارن تو همدیگه میلولن، بعد این دستگاه زیراکس اینو گذاشتی همه دارن عین هم میرقصن، چون کلا به صورت دیفالت اینه دیگه، کلا اینجوری. بعد همه این وسط، بعد یه دونه بالا میاد سیب میچینه گلابی رو میذاره اونور، بعد خب اینا همه تو همن. خب این کدوم استعداد نوکرتم؟ این که آخه اصلا دوره همیه بیشتر دیگه، فقط دوتا دوربین هندیکم هم داریم. اون که اصلا تسخیر شده، یعنی اون گوشه اصلا. آقای دیجی یه لحظه استاپ، یه لحظه استاپ. هیچ، شما ها که نشستین، خانم شهره رو لطفا از ای وای شهرم اونجاست بابا، مراسم رو تو ببین، تمام بزرگای صنعت موسیقی اونجا. ای بابا چی شد علی جان؟
آخه قرار نبود دوتا بادیگارد بزنی اینجا کسی شوهره جون اذیت نکنه. بادیگارد شوهره جون رو هستم ها، یعنی خودش یه سمتیه. آقا لطفاً فراد جان بیانی بر. چی شد اصلا؟ از اینا رو که بلدی لطفاً تو. خب آقا اینا مگه نباید سیکشن بندی داشته باشه؟ مگه نباید یه مثلا 10 نفر بیان بعد مثلا از توش 8 نفر انتخاب شن برن؟ اصلا من چی دارم میگم؟ جدا وایسین که هیئت جوری ببینن. شوخی میکنی؟ هیئت جوری هم دارین؟ با این سیستم یه هیئت جوری هم هستن که قرار نظرم بدن؟ داری دروغ میگی؟ مردا عقب وایسن، من خودم هواتونو دارم، نگران نباشید. ماشاءالله این گوشه چه خ... زنا برای خودتون بریم بچرین دیگه، چیکار تو. یه سری داستانا کلا وجود داره توی برنامه سازی که یه سری از آدما به واسطه این که تو یه چیزی موفقن احساس بکنن میتونن برنامه هم بسازن، در صورتی که لزوما این اتفاق نمیفته. مثلا چی؟ مثلا طرف خواننده خوبیه، بعد ترجیح میده یه برنامه استعدادیابی بزنه و خودش هم مجری باشه. خب شاید تو مجری افتضاحی باشی، فقط خواننده خوبی هستی. یا برعکسش هم هست، یه برنامه ساز نباید جوگیر شه و فرداش بره خواننده شه. خب محمد خردادیان عزیز، شما فن بیانت خیلی ضعیفه ولی خوب میرقصی، خب چرا فقط اونو ادامه ندی؟ یا اصلا قرار این برنامه ساخته بشه، چرا با یه برنامه ساز خوب، با یه اسپانسر خوب؟ اون مستند انقدر موفق بوده که از بغلش یه سری آدما بتونن کانکت بشن باهات، برای اینکه بتونن یه برنامه بهتر درست بکنین. نه؟ آره شوهره جون همیشه میگه زن زندگی آزادی، مرد آبادی. اصلا موضوع رو ببین از تو رقص رفت کجا، یعنی مغزا رو تو فقط ببین. ای وای اینو ببین، اونو. تو این کاراکتر رو کلن زیر نظر داشته باش به نظر من. اول همه با هم و خانوما بعد آقایون، تو عقب. میگه همه با هم، اون اصلا نمیفهمه حالیش در اومد اصلا. یه شما باید نظر بدین. اصلا کدوم نظر قربونت برم، اصلا چه نظری دارن بدن؟ بعد اصلا اونا نظرشون مگه چقدر مهمه؟ بعد این چه دوربینیه، این چه کادری آخه؟ اون بغل اون کی فیمس حاجیه؟ کی اون؟ وای علی گولاخ تو ببین، با بیش از 7 ماه تجربه تو رشته بادی بیلدینگ. ببین اون آقا وحید اون پشت که 100% تو کار ملکه. من اینجوری بهت بگم، اگه این لوکیشنی که اینا توشن محو میشد و این آدما کلا نبودن دیگه، من فکر کنم کلا بازار ملک ایرانیا تو استانبول یه تکون عجیبی میخورد. حالا خانوما برن عقب آقایون بیان، یه ذره گوش بدین. وای خانوما حالا برن آقای بی اومد. وقتی فکر میکنم مشکلام تموم شده ولی یه مشکل جدید میاد تو زندگی. چی داری میگی اصلا؟ ما اینو که دیدیم، این تیکاش که داشت میگذشت و اینا، همه هم دیگر نگاه میکردیم گفتیم ما واقعا با اینا توی یه شهر داریم زندگی میکنیم. بعد میبینی نکته چیه؟ تو خیلی آدم حسابی ایرانی میبینی اینجا، خب که طرف اصلا کارش مثلا یه چیز دیگه است. اینا اصلا انقدر تیپشون شیکه، انقدر استایلشون مرتبه، ولی خب دوربین روشون نیست. مسئله میدونی از کجا عجیب غریب میشه؟ همین که گفتم، ببین دوربین میره رو ایرانیای خارج از کشوری که این ریختی هست. شوخیاشون کثیفه، مدلشون عجیب غریبه. مثلا میگم تو بفرمایی ترامپ، فقط همین یه قلمو برو نگاه کن توش چیا گیر میاری. برو تو برنامه مثلا شبخیز و اینا نگاه کن چه اتفاقی داره میفته، کلا ایرانیای لس آنجلسی و اینا. اصلا شوت اصلا یه جای دیگه‌ن. بعد اون آدم حسابیام که نمیان جلو دوربین اینا. بنابراین تصویری که از خارج نشینا همیشه نشون داده شده، یه سری آدم نگم دیگه ولش کن. خیال کردم من اینکه مجسمه این پایین همینجوری نشستن اینجوری داره واقعا بهشون خوش میگذره، چون احساس میکنم مثلا یکشونو هول بدی یا بغل مثلا یهو اینجوری میوفت. بعد لول اون اشوای ریزو داری، میگیر چی میگم دیگه. بعد چرا هی این زامبی از پایین آدم میاد بالا؟ مگه نباید دیگه رو همون اصولی که خودت هم داشتی میرفتی جلو باید همینجا میبستی دیگه، با همین تعداد؟ چرا باز دوباره آدم داره بهتون اضافه میشه؟ اینم اومد
میگه اینم اومد. تو چی کاره ای اونجا نو کرده تا مثلا کدوم نظم؟ وای بعد اصلا اونا رو ببین، جای فتانه عزیزم خالی. خیلی خیلی کاش بود. وای وای فقط علی گولاخ. ببین تو فقط زوم کن رو علی گولاخ. یعنی همه ی المان هایی که دوست ندارم ببینم توی کاد. اینم که این گروه کور اون وسط هی دوتا اینجوری میکنه و آقایون عقب، خانوما جلو، دوباره خانوما عقب، آقایون جلو. استراتژی تو هست. یادتونه مسابقه های رقص منو ده دوازده سال پیش یارو با یه من سیبیل کیف اینجا موبایل اینجا اومده داره میرقصه؟ آخه این که نشد. آها این شد مسابقه. راست میگه بابا، اونی که فقط یعنی مشکلش فقط اون کیفه و موبایله که به این ورش بود بود، یعنی این نیست دیگه، مسابقه است دیگه. چون الان که من هیچ فرقی بین اون امیر یحیی و اون احد نمیبینم با اون آقایی که توصیفش کردی. ولی چشم، حالا نمیخوام بگم چه جوری. باز میگه اینم اومد. میبینین چه کرمی داره این رقص؟ بابا اگه برقصین عین من جوون میمونی. میدونم چی میگی. دندون تو دهنش بود، تو هم اومدی مریض بعدی. تو هم اومدی همینجوری میای الخی اصلا هیچ. گفت تو چند سالته؟ گفتم حد بزن. گفت 40. گفتم برو بالا. گفت 50. 45 50 همینجور رفت بالا تا گفتم 67. یهو زد رو ترمز، پشمام میریزه. ولی 67 سال واقعا بهش نمیاد. حالا کاری به هیچی نداریم با. حالا ببین تو همین جایی که یه سری توضیحای مدلی داد و بذار من یه چیزی بگم بهت. کسی با ماهیت رقصیدن که اصلا مشکل نداره، که معلومه رقصیدن حال میده. اصلا شاید خیلی تو مهمونیای خودمون هم اینجوری برقصیم اصلا. خب یعنی اصلا یه موزیک دامبولی بذارن، شاید مثلا پسر دایی من با دختر عمه اون یکی با خاله اون یکی. ببین این رقص، رقص کف مهمونیه. آخه تو وقتی دوربین ستاپ کردی گذاشتی اونجا، بعد اصلا اوکی کارگردانی قضیه مهمه. ما الان همین هفته پیش، چند روز پیش یه ویدیو اومد از جوکر که خیلی هم وایرال شد، فکر کنم چندین میلیون ویو خورد توی اینستاگرام تیکای رقصش که با این موزیک دارم میرقصم. تو مدل کارگردانی، ترکیب رنگی، نمیدونم کیفیت، حالا جدا از این که حالا اون بازیگر رو دوست داری یا نداری یا هر چیز دیگه ای، بهت حس خوب منتقل میکنه. نه اینکه یه نفر خیس عرق لباس چسبیده بهش، اون یکی امیر یحیی شلوار جذب با اون سودابه داره اینجوری اون وسط، میدونی اصلا یه جور عجیبیه دیگه. و دلت میخواد بزنی کانال بعدی. تو وقتی میخوای یه برنامه درست بکنی، برنامه مهمه که به چشم اون بیننده بدبختی که از یه تایمی از روزش، یعنی اون تایمه رو گذاشته برای که برنامه تو رو ببینه، خوبش خوش بگذره، انرژی خوب وارد شه. معلومه خودتون وسط داریم میرقصی حال میکنی. این آره، ولی قرار تو الان این نیست که تو میخوای کاری کنی منم حال کنم. خب من داره زهرمارم میشه. دونه بیان وسط، شما هم بگین خردادیانیشو لطفاً. حیوانی تتلو. البته خودش کونش میخواید. یهو از زن زندگی آزادی رفت تو تتلو، بعد یهو رفت تو اختلاف سنی، بعد وای اون اومد باس. یه دونه. وای بعد تیپ تیتانیومی اون دوتا رو ببین اون گوشه. بعد اون که فقط داره کوچ میکنه از پشت، یعنی یه فاز فرگوسنی الان داره تو خودش. تو از اون ور بیا، اون از اون ور بیاد، حالا یه اینجوری. دی جی هم که سامان ویلسونه دیگه نه؟ مرسی برو بر. مرسی برو بیا برو گوچو. اصلا کلا سیستم و هستم. میگه تو رقصیدی یه بار، فکر کردی من کورم. بعد مثلا من نمیدونم، من یه لحظه داشتم به این فکر میکردم خب اگه من اونجا باشم یه در ساعت بالاخره مثلا رفیقت به زور بردت، شرط بندی باختی، یه اتفاقی افتاده، باید تو اون وضعیت باشی، تو هی سعی میکنی خودتو نمیدونم کاور کنی نباشی تو تصویر. این یه بار رقصیده، دوباره هم داره میاد اون وسط که آقا دیدی یا نه. بعد حالا تو شاید فکر کنی مثلا یک دستگاه آپارتمان قراره به نفر اول بدن، ولی تو ادامه ماجرا متوجه جایزه ارزنده این مسابقه هم میشی که اصلا جایزه هم ندارن. خب حالا من اسپویل نمی کنم اینو. مأمور
فول میده اونو اونجا، اون یکی میاد سیبیل. ببین من واقعا از چشای هممون معذرت میخوام اینجوریت بگم. ای وا بیچاره شدیم. علی گولاخ اومد، برو کنار عزله‌ای نشی، بعد فیگورا رو بگیر. من بعد همه رو بگیرم که تو این کارم عالی. وای اومد اومد به خدا انرژیش از همه بهتره، ولی فقط انرژیش از همه بهتره. شاید یه سوال برات پیش بیاد که چه اشکالی داره یه برنامه ای داره ساخته میشه، بالاخره همه شاد میشن، جالبه مثلا فلان و اینا، چرا هر موقع اتفاق این مدلی میخواد بیفته یا هر برنامه ای میخواد ساخته بشه پشت این داستانه میخوای قایمش کنی؟ که خوبه دیگه، پس ما شاد باشیم بابا، شاد باشیم. مثلا با شاد بودن من مشکلی ندارم، دارم میگم آقا تو جوکرم رقصیدن باحال بود، من مگه به رقصش مشکل دارم؟ مگه با اینکه آدما شاد باشن مشکل دارم؟ من با کیفیت، با استایل، با تمیزی، با اینا مشکل دارم. من دارم میگم اون برنامه‌ای که ما داریم میبینیم تو همین برنامه رو اگه درست یه ژانری داشت، ژانر رقص ایرانی، یه سری بودن رقص هیپ هاپ، یه سری بودن نمیدونم باچاتا، سالسا، هزار تا شاخه رقص داریم بابا، هزار تا دنسر بمب تو همین شهره، 10 تاشون رو من فقط میشناسم بابا، اینا رو میآوردی، اینا مربی میشدن، کوچ میشدن برای اون تیمه، مثل دی وایس بیان یه ماه رو رقصش کار کنن، بعد از تیم A که همه رقصنده ایرانیان یه نفر بیاد فینال، از تیم B که رقصنده مثلا اسپانیشه یکی بیاد بالا، اینا فینالیست بشن، کوچ‌های باحال، تیپ‌های باحال، رنگ‌آمیزی باحال. بابا به خدا ما لایق این مدل برنامه‌هایی نه این. بعد اون چرا اصلا واسه سینه‌اش ریش بوزی گذاشته؟ اصلا من چی دارم می‌بینم جدی؟ آه با استاد دیورپوش اومد. یعنی این که دیگه اصلا هیچ. استاپ. دیدین رقص اینا رو؟ متاسفانه اینا فکر میکنن رقص آسونه، نمیدونن آقا دایی ما پاره شده تو این کار. همین امروز علی دید چی آقا دایی رو؟ 5 تا 10 تمرین میکردیم برای یه دوتا تازه با تمرین اینن؟ واسه چی دارم؟ هرچی گفتم و فراموش کن، بادم جون واکس زدم راحتت کنم. آقا من با دست شما تصمیم میگیرم که کی رو امشب اول بکنم. چی داری میگی واقعا؟ تو که رفتی نشستی دیگه، تو رو نمیکنم، نگران نباش، من فکر کنم تو رو بکنم اول. از خودش میخاره، هی همینطوری میکنه، دنده عقب اینه نگاه، آفتابه رو برم. یه نفر اینو ادیت کرده دیگه، یه ادیتوری داشته بالاخره، درست آدم خیلی با استعدادی نبوده، ولی به هر حال یک نفر وقت گذاشته و این برنامه رو ادیت کرده. بعد که ادیت کرده تموم شده نیومده بهش بگه که بیا نذاریم اینو. یه عده آدم اون شب اومدن دیگه دور هم گفتیم خندیدیم باحال بود دیگه، نذاریمش چه کاری؟ نمیدونم من. ببین هزار تا حس مختلف تو دیدن این ویدیو به من یعنی وارد میشه و از من خارج میشه. خب یه حسش حس شرمندگیه که اصلا من واقعا همون شرم نیابتیه، یعنی من اصلا تو این برنامه نیستم، به منم ربطی نداره، یه سری آدم دیگه ساختن، ولی خب به عنوان یه ایرانی وقتی میدونم که یه عده ایرانی خارج از کشور با این همه تجهیزات و این همه آزادی که اینجا دارن یه همچین برنامه میسازن، یه ذره احساس شرمندگی میکنم. لول شوخیات اینجوری، لول برنامه اونجوری، هر چی بگم دیگه دارم تکراری حرف میزنم دیگه، میدونی دیگه هر چی گفتم. ایجار اینم نداره سینه رو وا کرده. بحث سر اینه که یه نفر پشماشو بزنه که مورد نظر استاد بشه، یه نفر از اون بر میاد میگه چیزه من اصلا پشم ندارم، حالا چی؟ ببینم کدوماشونو من امشب اول بکنم. داداش دست بردار. اینم که رفت، زنشم برداشت رفت. این گفت اومده میگه زن منو اول دارم. بابا اصلا این چه طرز حرف زد؟ اصلا نمیفهمم داره چی میگه جدی، واقعا نمیفهمم. بعضی از شوخی ها دیدی مثلا یه جنس شوخیه که مثلا یه سوزنی بهت میزنه، مثل استنداپ کمدی های مثلا مکس امینی،
یه نفر از تو آدینس فرمی داره مثلا میارتش بالا، یه شوخی با خودش، با زنش، با بچهش، با اینا میکنه که اوکیه، میگی آقا شوخی باحاله دیگه، اصلا خودش رو تو شوخیه میزنه فلان و اینا. ولی من حتی شوخیاشم نمیفهمم، یعنی حتی اون سیارهی که توش این شوخی ها خنده داره رو نمیتونم متصور بشم که اصلا داری ابری حرف میزنی. یعنی صدشو داره میذاره ها، حالا دنبال چیه، اصلا برای چی داره انقدر انرژی میذاره رو من نمیفهمم. چون برای پوله که نیست، راحتت کنم من پوله بهت میگم چقدره، برای پوله نیست. علی منم محمد رو هم دیگه میشیم محمد علی. نشکست نشکست، شب بیا بشکن. بابا 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 بیخیال، شوخی داری با من میکنی. اومد گفت من آقای خوردن من اصلا نرقصیدم، بعد فکر کردم یعنی منظورش اینه که اصلا نمره ندین من میرم بازی نیستم الان، ولی منظورش این نیست، میگه موزیک بذار برقصم تنها. وای ای وای، عالی بودی، مخصوصا اونجایی که شروع نکرده بودی برقصی. ویلکوم بابا شوهر جونم، حالا برنامه گذاری که هستی به ما چه؟ برنامه گذارم گیر داده به شهره مسکه، بعد میگه اصلا شهره جونو ول کن، این یارو یه سرمایه گذاری اون شب کرده بعد کلن گرفته رو شهره. تکنو داری آماده؟ تکنو چی؟ زود. میگه تکنو بذار، این دوتا میگن ما تکنو کاری. شروع شد، بیا بالا بیا بالا. وای 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 بیا برو وقت ما رو نگی با اون فهم من داری میرقصی؟ کجای بازی مثلا؟ بزن بیریم یکی دیگه. ای وای میخوام بیام به دیدن تا بگم مصرف دارم. وای بعدی کیه؟ این آخریا رو همون رو همون ریخت. خب این که همین ریختین همه اصلا. 25000 دلار الکی نمیدیم. به خدا جدی. این رقصا جون من ارزش 25000 دلار داره. اگه 25000 دلار اون برنامه گذار داشت که اصلا وضعیت برنامه این نبود با بودجه واقعا فکر کنم 500 دلاری. بزن. آقا به همون این دید قبلی ها جواب نگرفتن فقط با بالا تنه، یک کشاله پارم اضافه کرد به قضیه که ببینه حالا شاید اون مثلا یه 1000 دلاری در آورد. آی مشتری داره زیاد میشه. مشتری چیه؟ مگه اصلا خونه فساده؟ خدا پدر مادر پروتز رو بیامرزه. آره عربا خالت دست بزنم. داری شوخی میکنی با من؟ هرچی اضافه کنم به این صحنه ها از بار خود صحنه کم میکنه. خودت اضافه کن بزنم. بو خوب بزنه. اینجا چی؟ اینجا چی؟ اینجا هم طبیعیه؟ نه فامیلای مشگان. مشگان کیه اصلا؟ احساس بکنم تلپورت شدم وسط مثلا نامزدی دو نفر آدمی که اصلا نمیشناسم. ای وای این اومد. چرا اونجوری میکنی؟ چرا اون؟ یعنی اینو فقط با شلیک میشه نگرداش؟ میدونی رقصش خوب نیه، انرژیش خوبه. خب آخه اگه به انرژیه که یه نفر میاد اونجا همینجوری مثل فنر میپره بالا پایین، خب بهش پول بدین بره دیگه. پس وای اومد کابوسام اومد. جان جانان من زیبای من توی دلخواه من. چی داریم میبینیم اصلا؟ ای وای
آقا رسول عجب نازی هم داره، قبول داری؟ یعنی ببین پر از کرشمه. ای خدا فقط یه ایراد داره، نمیتونم من بگم متاسفانه. درست میشه. چه ایرادی داره که نمیتونی بگی؟ مگه چیزی بود که تو این مدت نتونی بگی؟ یعنی همه چیو گفتی. بابا کرم، یه بابا کرمی برشون بزن. بابا کرم ها، اون آماده تو پوزیشن اصلا دختره. ببینم چه میکنین. ای وای همه دست. توجیه منطقی برام که این آدمو به این روز در اومدن اینه که یه عامل بیرونی دخیله تو این داستان. بعد اصلا وایساده، خب تو این سیس وایساده. هیکل که نی. خب برای آخرین بار، من میدونم انتخابمو کردم، ولی میخوام با شماها دل بچه رو شکوندینا. حالا من بعد امشب دلشو به دست بیارم. ای تو بس که کونت میخوره خودت. ای قربونت برم. من تا صبح دوست دارم تو منو ماساژ بدی. چرا برقصی وزیم؟ تو رو خدا بیخیال. بای 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 بای. تفشاتو بردار. دیدم اینجا بو زیاد میاد، نگو ای پای توه. بوه اینجا هم میاد. بیا اینجا بینم. آقا لست وان. فینالیستا رو ببین، بعد اون داره داد میزنه تو رو ابوالفضل منو انتخاب کنیم، من یه اولشم. اصلا چی میشه تاش تو اولش؟ جایزه تو شلوار منه، نگران نباش. من یه $100 گذاشته بودم. میگه عرق ریختم دلمونو نشکن. بعد اون میگه من یه $100 گذاشتم اینجا. تو پول داری 50 تا به این بدی؟ من کنار میایم علی جون. میگه من صدیه رو میدم به تو، تو 50 بده به اون، که مثلا اینجوری با هم دیگه اوکیش. علی احمدانی بیا یه صدیه. کلاس برنامه ریزی رو ببین. یه $100 دیگه هم از علی جون گرفت که برنامه گذار بود، که یه $100 بده به اون، یه $100 بده به اون. در مجموع نفری $100 گیرشون اومد. یعنی تو الان تو مسابقه تلفنی زنگ بزنی شرکت کنی تو همون ایران، بیشتر از 6 میلیون به جایزه میدن تا اینکه بری اونجا این همه برقصی، آبروت با خاک یکسان شه، $100 بذارن کف دستت، که احتمالاً اگه خونت اونور شهر باشه نصفشو باید پول تاکسی بدی. بذار با محسن حساب داریم. با محسن حساب. میگه با محسن حساب داریم مثلا. امشب ما با هم بدیم. آقا به افتخار جفتشون. بگو. یه بوس. یا اینجا بذار برقصیم بعد بریم. بابا بیا برو گم شدی که بابا، ولم کن. این بود از برنامه ما ورای سم خردادیان و دوستان. همه ی حرفایی که میخواستم آخر ویدیو بزنم و تو طول ویدیو زدم، هیچ حرف جدیدی ندارم بهت بزنم. اما تهش میخوام همینو بگم، میخوام این برنامه که اصلا فکر کنم متوقف شد، یعنی یه بار درست کردن دیگه هم درست نکردن، چون زده قسمت اول، بعد 2 ماه پیشه، بعد دیگه اصلا قسمت دومی وجود نداره. خود قسمت اول هم نزدیک 1 ساعتش سانسور شده. یعنی تو تازه فکر کن ما اینی که دیدیم سانسور شده یه اونه، تو ببین اون چی بوده. فقط کاش اون تصویری که دارن از ایرانیای خارج از کشور نشون میدن به کسایی که تو ایران هن، خیلی قشنگتر و تمیزتر و اوتو کشیده تر از این باشه. چون همین الان تصویری که از تو خود ایران دارن با برنامه ها به ایرانی های خارج از کشور نشون میدن، به مراتب تمیزتر از اینه، به مراتب بوی بهتری میده. اینجوری بذارت بگم مراقب خودت باش. من آخر این ویدیو میخواستم با رقص از کادر خارج بشم، ولی تا اطلاع ثانوی نمیرقصم، جدی میگم، و خیلی خشک از اون گوشه میرم. خدافظ.